بحران پیری. یک پیشبینی برای آینده جمعیت کشور. آیا با افزایش جمعیت کشورمان موافقی؟ شاید شما هم کاهش و یا کنترل جمعیت را باعث بالا رفتن کیفیت زندگی و بهبود اقتصاد می دانید. در برنامه‌ای که می بینید این مسئله را با هم بررسی می کنیم. در سال 2010 سازمان ملل 3 سناریوی رشد جمعیت بالا، رشد متوسط و رشد پایین را برای ایران پیش بینی کرد. در این سناریوها 2 متغیر متوسط باروری کل مادران و میزان جمعیت به تفکیک سالهای مختلف تا سال 1480 مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی رشد بالا، میزان باروری کل از 1.8 فرزند برای هر مادر به حدود 2.5 فرزند در سال 1480 خواهد رسید که در این صورت در سال 1430 جمعیت ایران به حدود 100 میلیون نفر و تا سال 1480 به حدود 109 میلیون نفر میرسد. در سناریوی رشد متوسط میزان باروری کل از 1.8 بچه برای هر مادر به 1.5 بچه برای هر مادر در سال 1420 کاهش می‌یابد و جمعیت کشور در این سال به حدود 86 میلیون نفر و درصد سالمندی به 22% خواهد رسید. بعد از آن با وجود افزایش باروری تا سال 1480 جمعیت کشور رو به کاهش و به حدود 62 میلیون نفر می‌رسد. سومین سناریو رشد پایین است که در آن میزان باروری کل از 1.8 بچه برای هر مادر در سال 1390 به حدود 1 فرزند برای هر مادر در سال 1420 میرسد و درصد سالمندی جمعیت حدود 25% خواهد بود. بعد از سال 1420 تعداد جمعیت با کاهش مواجه خواهد شد و در نهایت در سال 1480 به حدود 31 میلیون نفر و درصد سالمندان به 47% افزایش خواهد یافت. یعنی به ازای هر 2 نفر یک نفر سالمند بالای 65 سال خواهیم داشت. روند کاهش رشد جمعیت در کشور از اواخر دهه 60 آغاز شده است و نرخ رشد جمعیت از 3.9% در سال 65 به 1.96% در سال 75 و 1.29% در سال 90 رسیده است. اگر همین روند کاهشی که در نوع خود بالاترین سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان است ادامه یابد، تا سال 1415 نرخ رشد جمعیت به 0 می‌رسد. به این معنا که بعد از سال 1415 هر سال از طرفی از جمعیت کشور کاسته خواهد شد و از طرف دیگر شاهد پیر شدن جمعیت و پدیده سالمندی جامعه خواهیم بود. علاوه بر اون چه گفته شد، یکی از شاخصهای رشد اقتصادی شاخص رشد نیروی انسانی آمده به کار است. بدیهی است که هر کشوری برای چرخاندن چرخ اقتصاد به بازوان پرتوانی احتیاج دارد که بتواند کشور را اداره کند. سن نیروی انسانی آماده به کار در کشور بین 15 تا 65 سال تخمین زده می شود که با روند کاهش رشد جمعیت در سالهای آتی شاهد کاهش نیروی آماده به کار و افزایش سالمندان جامعه خواهیم بود. سالمندان نیاز به مراقبت و هزینه‌های ویژه دارند که با توجه به کاهش افراد آماده به کار اقتصاد کشور ضعیف‌تر شده و در نتیجه روند پیشرفت کشور کندتر و یا متوقف خواهد شد. از طرف دیگر با گذشت هر سال منابع و ذخایر زیرزمینی که سهم اصلی تأمین بودجه کشور بر عهده آنهاست روز به روز کمتر شده و در نتیجه بودجه سازمانها و نهادهای حمایتی، مراقبتی و پزشکی کشور کمتر و کمتر خواهد شد.